الکتروموتور سفاز گذاشتن جلوت داخل تخت کرمت سراتای کلافه رو چیکار کردن باز کردن اصلا دیگه، یعنی تو نمیدونی که سراتای کلافه به چه شکله. میگه آقا اینو برام به صورت ستاره یا به صورت مثلث سربندی بکن. چیکار میخوای بکنی؟ چجوری میخوای سراتای کلافه رو مشخص بکنی؟ تنها یک راه داره، راهش من بهت میگم، نه تو کتابا هست و نه اون استکاری که داری باش کار میکنی و یه مهندسی که داری کار میکنی که اگر هم بدونه هیچ وقت هم بهت نمیگه. اینو خوب گوش بده و اینکه همین روش رو در پیش بگیر. نگاه کن چیکار میکنم. مگه یه الکتروموتور سفاز 6 تا سر از داخل تخته کرمش نمیاد بیرون، درسته؟ خب میگه چیکار میکنی؟ میگه آقا جون یه دونه الکتروموتور 3 تا چی داره؟ یه دونه الکتروموتور سفاز، ما در مورد الکتروموتور سفاز داریم صحبت میکنیم، 3 تا کلاف داره. خب میگه چیکار میکنی؟ میگه توسط یه دونه اوهمتر کلافاتو فقط مشخص میکنی، فقط سر و تهش رو مشخص میکنی. یعنی چی؟ یعنی کلاف یک، کلاف دو و کلاف سه رو مشخص میکنی. مثلا اومت رو میگیری تو دستت، درسته؟ این اومت، این اومت رو میگیری تو دستت، یه سرش میزنی به یه سر یک کلاف، این یکی سرش رو به این میزنی، به این میزنی، به این، به این، به این، فقط به یکیش راه میده، به اونی که راه داد میشه اون یکی سر چی؟ در واقع کلاف. بعد میری رو کلاف بعدی و کلاف بعدی، اینو چیکار میکنی؟ مشخص میکنی. فقط کلافات رو مشخص میکنی، سه تا کلاف ده که مشخص کردی، بعد میگه به صورت شانسی نامگذاری میکنی. مثلا میگه آقا این کار، این کلاف یک، این میذاری یو، این میذاری ایکس. مثلا میگه این کلاف دو، این میگیری وی، این میگیری چی؟ وای. مثلا میگه این کلاف سه، دبلیو زد. آقای غلامی ها میشه اینو بگیرم یو ایکس، اینو بگیرم وی و وای، جاشون عوض کنم، اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست، درست شد؟ سه تا کلاف دارم، کلاف یک، کلاف دو، کلاف سه، درست شد؟ خب حالا شش تا سرت آزاده، هیچی هم نداری. میای چیکار میکنی؟ اینو به صورت اتصال ستاره سربندی میکنی. الان که ایکس و وای زد داری دیگه، درسته؟ میای ایکس و وای زد به هم دیگه وصل میکنی. الکترومتر تو برق نیست، اصلا برق نداری. میای چیکار میکنی؟ اینجوری میای، اینجوری، درست شد؟ میای چیکار میکنی؟ مثلا به فرض مثال، مثلا این چی بود؟ x u بود، این طرفش چی؟ x ده. مثلا این v، این y، مثلا این v، این چیه؟ y، درست شد؟ این y. خب اینجا می‌نویسیم این x، اینا y هم می‌ریم اینجا، درست شد؟ w z، اینا w، اینم z. آقا تا اینجا مشخص شد؟ اوکی، پس اتصال ستاره رو میام میدم. یعنی چی؟ یعنی x و y z رو که با یه کاغذ چیزی چسبیده بودم مشخص کرده بودم، میام به هم دیگه وصل میکنم، این تا اینجا. بعد میام چیکار میکنم؟ یه دونه منبع تغذیه باید داشته باشم، یه منبع تغذیه متغیر که مثلا یه ولتاژ 50 ولتی بخوایم به سر کلافا بدیم. پس میام چیکار میکنیم؟ یه ولتاژ متغیر 50 ولت. چرا 50 ولت؟ آقا به خاطر اینکه ولتاژ زیاد دو سر کلافا ندیم، مثلا ولتاژ برقشن رو دو سر کلاف نده. چون دلیلش رو بهت میگم، چون ولتاژ اگر که همدیگه رو در واقع حمایت بکنن و افزایش بخواد بده روی اون یکی کلاف، ممکنه که ولتاژ بره بالا. پس شما با همین با ولتاژ 50 ولت برو جلو. پس این منبع تغذیه متغیر دارم که ولتاژ ولومش رو میچرخونم، پتانسیومترش رو روی ولتاژ 50 ولت میذارمش. میام سر، فرض بکنید که اینجا رو یورو، سر یو اینو من میارمش اینجا، ببخشید بچه اینجا که راحت تر باشه، میام اینجا یه دونه ولتاژ 50 ولت میدم به سر یو و ایکس، به سر یو و ایکس یه دونه ولتاژ چی میدم؟ 50 ولت میدم، درست شد؟ حالا اتفاقی که میفته اینجا چی میشه بچه؟ ما وقتی اینجا 50 ولت دادیم، اون موقع میای توسط یه دونه ولتمتر، توسط یه دونه ولتمتر ولتاژ اینجا، خب ولتاژ اینجا و اینجا رو میگیریم، اینجا رو میگیریم، ولتاژی که روی اینجا میفته، اگر که، اگر که اینجا ولتمتر میذارم، نگاه کن اینجا یه دونه ولتمتر میگیرم میذارمش اینجا، درست شد؟ اگر که اینجا می‌نویسم، اگر ولتاژ، ولتاژ چی؟ یو دو سر یو و وی اینجا، اگر ولتاژ دو سر U و V که ولتمتر گذاشتم 1.5 برابر 50 ولت بود، یعنی چقدر؟ یعنی 75 ولت. اگر ولتمتر 75 ولت به من نشون داد، اون موقع نشون میده که این کلاف سر و تهش درسته. یعنی چی؟ یه بار دیگه، اگر ولتمتر رو گذاشتم روی U و V
ولتاژی که به من نشون داد 1.5 برابر ولتاژ منبع تغذیه‌مون بود که 50 بود، 1.5 زد داره 50، میشه چقدر؟ میشه تقریبا 75 ولت. اگر ولتاژ اینجا رو این ولتمتر 75 ولت نشون داد، همه چی درسته. ولی اگر که ولتاژ اینجا که ولتمتر نشون میده از 50 ولت کمتر بود، اون موقع باید چیکار کنید؟ اون موقع باید این کلاف رو دو تا سرش رو برعکس کنید. یعنی چه غلامی ها؟ یعنی این کلاف رو باز میکنی، سر وی رو میچسبونی این ته، اینکل میری بالا، جا شما هم دیگه عوض میکنی، درست شد؟ پس اینم از این. حالا وقتی که ولتاژ یو و وی شد 75 ولت، خیالمون راحت شد که سر و ته این کلاف درسته. اون موقع اگر یه ولتمتر دیگه بیاری بذاری اینجا، وی دو، این وی یک، این وی یک، این وی یک، اگر یه ولتمتر بیاری بزنی به دبلیو و وی، اون موقع ولتاژ صفر رو نشون میده. پس ولتاژ دبلیو وی چقدر؟ صفر ولت، درست شد؟ این نشون میده درسته. حالا همین کاری که کردی باید واسه اون طرف هم انجام بدی دوستان. واسه کجا؟ برای اینجا. نگاه کن، اینو من پاک میکنم. خب همین کاری که اینجا انجام دادیم برای اینجا هم انجام میدیم. میام اینجا یه ولتمت میذارم اینجا دو سر این کلاف، درست شد؟ اینو میذاریم چی؟ وی سه، ولتاژ سه. ولتاژ سه هم باید چی باشه؟ باید 1.5 برابر 50 ولت باشه، یعنی میشه 75 ولت. اگر ولتاژ وی سه که سر بین یو و در واقع چی هستش؟ سر یو و دبلیو هستش، اگر 75 ولت به ما نشون داد، اون موقع مطمئن میشیم که این کلاف سر و تهش درسته. اگر 75 ولت بود اوکیه، ولی اگر از 50 ولت کمتر بود، اون موقع باید این کلاف رو بازش کنی، سر و تهش رو هم دیگه عوض کنی، درست شد؟ خب حالا فرض کن که ولتاژ وی سه الان 75 ولت داره به ما نشون میده. حالا اگر بیای یه دونه ولتمت بذاری اینجا، اینجا، درست شد؟ اگر بذاری اینجا، ولتاژی که در واقع آره ولتاژی که اینجا به ما نشون میده، اینو بذاری وی چهار. وی چهار چی میشه دوستان؟ صفر ولت به ما نشون میده. این نشون میده که نحوه سربندی ما درست هستش. حالا یه سوال ازتون دارم، اول یه نکته بهتون بگم بعد سوال رو ازتون بپرسم. بچه ها روز شنبه 15 بهمن ما این آموزش رو که دیدین توی آپدیت جدید دوره جامعه برق صنعتی ما قرار گرفته. فقط و فقط به مناسبت روز پدر 110 نفر رو من ثبت نام میکنم، اونم با مبلغی که تو این شرایط اقتصادی همه بتونن ثبت نام بکنن، فقط 750 تومان. یعنی من فقط الان دارم ویدیو براتون ضبط میکنم، توی آپدیت قرار بدم. دوستانم که قبلا دوره دریافت کردن، آپدیت ها الان از امشب ان شاءالله برگزار میشه. پس برای شنبه 15 بهمن فقط 110 نفر رو با مبلغ 750 تومان که در واقع ساعت 12 روز شنبه استوری میکنیم و نحوه پرداخت مبلغ و نحوه ثبت نام بهتون میگیم. این نکته اول بود، حتما سعی کنید ثبت نامتون انجام بدین، چون همین الان تقریبا 70 80 نفر ایرانیان مقیم خارج از کشور دارن از دوره ما استفاده میکنن، تقریبا 400 نفر تو عضو گروه ما هستن. و نکته بعدی این که این شماره موبایل منه، تقریبا 50 60 هزار نفر تو ایران شماره موبایل منو دارن، حتما سعی کنید شماره موبایل منو داشته باشین برای حفظ ارتباطمون، چون ممکنه پیجمون به هر حال از دسترس خارج بشه. و خبر خوب برای دوستان ما توی شهرستان ها و تو روستاها که فیلتر شکن ندارن و اینترنت رفته روی اعصابشون و اذیتشون کرده، من وظیفه اجتماعی خودم دونستم که بیام توی ایتا یه کانال جدید بزنم و تمامی هزار جلسه آموزشمو توی یوتیوب و اینستاگرام رو بیارم داخل ایتا براتون بذارم که هم بتونید دانلود کنید و برای خودتون نگه دارید، دیگه از شر فیلتر شکنم راحت بشین. همین الان هم هزار نفر رو دارم عضو میکنم. پس یا برو توی ایتا آکادمی و مهندس غلامنیا رو سرچ بکن، یا برو توی ایتا به 0912-720-59-48 به من پیام بده تا لینک کانال رو بهت بدم. خیلی دوستتون دارم. فقط شنبه 15 بهمن ما یادت نره، این آموزش یکی از اون آموزش های دوره هستش. حالا یه سوال ازتون دارم، اگر که یه موقع کارفرما بهت گفتش که این الکتروموتور رو به صورت مثلث بر من سربندی بکن، تو الان به صورت ستاره آزمایش کردی، چجوری میخوای سر تای کلافا رو پیدا کنی؟ نظرت تو دو قسمت کامنت ها بگو، آموزش رو تو جلسه بعدی برات میذارم. خیلی مخلصم.